Salam. Boas xushumad in meg video digaas channelamo. Khuda kone kare kanara family dostay muhtaramatan juro saatman sarol boshin. Qism ke ziyatartan khabar darin filan ma dar Arabistan Saudi astam va khuda qabul kone be khatar adai haj umra omadim. Diroz mamray baz az vatandara ro buru shirim ke az Afghanistan be khatar haj umra bode budan va mushkilat ke va dashan yak kamakish as special person kadam va be khatar be tasmin girftam ke video ro bartan jur konam. Ziyatar az vatandara ma ke az Afghanistan be khatar adai haj umra miyan do Makkah. Ami travel agency ay ke barashan visa mikasha va کارایشان پیش میبره برایشان میگه که شما یک 2000 افغانی که ایتان پیسه نقل ببرین و کل کارتان میشه برای 10-15 روز کجا هستین وقتی که شما ایجا میایین امی هوتلتان و امی رفت آمدتان امرای ویزتان به جمع اون متراول اجنسی اگه باشه مصرف خرج خوراکتان کرم چیز اگه میرین کلش جمع خودتان است و یک وقت نان خوردن در اینجا حداقل حساب افغانی 500 یا 600 افغانی از یک نفر یک وقت نانش میشه ما خودم تاریخ ادای جمره رو از روی وبسایت است به نام عمره پلانر از اونجا تمامش خواندم برای داخل یوتیوب سرچ کردم و هیچ تو کدام ویدیو مفصل پیدا نکردم که تمام چیز تشریح کرده باشه و یک تعداد دوستا و تندارم که میاینده اینجا اول خود زبان بلد نیستن نه انگلیسی را نه عربی را و در پلی دویش معلومات نمی داشته باشن به خاطر اینجا که میاین خیلی زیاد برشان مشکل می باشه خواستم که می جریان براتان ویدیو بگیرم فیلم بگیرم تا اینکه اگر کدام دوستایتان و رفیقایتان میخواست به خاطر ادای جمهوری اینجا بیاین یک کمک زرد کمکشان کرده باشیم و در پالی از او صدقه جاری است و بعد از اینکه ویدیو را مجور کردم به قاری صاحب احمدی که از دبی امرای ما آمده بودن که در راه کرده کیدی گاش ناشتیم نشان دادم تا که داخل ویدیو کدام مشکل نباشه حج عمره چهار رکن اساسی داره که اولش میقاد است بعد از او طواف خانه کعبه شریف و بعد از او سای یا صفا و مروه و مرحله چهارمش حلق و تقصیر یا که کم کردن موی یا کل کردنش و ما تمام مراحلش را براتان فیلم گرفتیم بریم که شروع کنیم خب ما در پایین هتل هستم میخوایم که برایم بریم طرف میقات بخیر نزدیکترین میقات که ایجا بر ما هست که مسجد التنیم است در هتل که باشین در پایینش از این بسای نارنجی که ما میبینیم که این بسا رایگان از دولتی و از خود نمبر داره نمبرش یادداشت میکنیم هر 5 دقیقه بعد 24 ساعت میرن طرف خانه کعبه شریف و بعد دوباره برمیگردن با بخاطر میقات رفتن شما باید تاکسی بگیرین یا مسئول گروپتان کس همون شما را میبره داخل بس سعی کنین یک بس هنوز نرفته که بس دوم میایه نام هتل به سرش نوشته است و نمبر بس هم یادداشت بگیرین حالا تاکسی میگیرم و حرکت میکنیم به خیر طرف مسجد التنیم بختر میقات بالاخره رسیدیم در میقات مسجد التنیم که دستراز جای مردانه است اما ما شاوراست که اینجا مردم میآیند ناخونه خود میگیرند موی اضافی بدن خود غسل میکنند و احرام در جان خود بسته میکنند که دو تکه است و امرای چبلق که در پایشان است و بعد از او نیت میکنند و دست چپ هم مسجد حضرت بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها است که در اینجا دو رکعت نماز نفل بعد از او میخوانیم داخل میقات که داخل میشین میبینین که در قسمت حمامو است چهار دانه در قسمت دیوال که خیلی زیاد است و داخلش از خود شاور داره شما یک روی پاک میتونید که ایتان بیارین اگه احرام ندارین میبینین که در قسمت احرام فروشی پیدا میشه شما میتونید که از مسجد التنیم در قسمت احرام بخرین دکتر سبقند السلام علیکم علیکم السلام سلام بچه همه جور سلامت باشین نگه یک جای هستیم که پر از برکت است و همه دعای ما هستین و نمیخواستیم شما را دور نگاه کنیم در کنار ما باشین نگه را نبود امی یک بلاگ بود بعد از اینکه احرام در جانتان بسته کردین طرف قبله استاد میشین و نیت میکنین لبیک اللهم عمره و باز دو رکعت نماز نفل میخوانیم که در رکعت اول سوره الکافرون و در رکعت دوم سوره اخلاص هست داخل مسجد حضرت بی عایشه رضی الله تعالی عنها در اینجا دو رکعت نماز نفل میخوانیم دو رکعت نماز نفل که خواندین بعد از دعا میکنین باز از این حرکت میکنین طرف خانه کعبه شریف و تا او قسمت که میرسین شما به تکرار گفته برین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک به خاطر هر بار عمره که شما میخواین بکنین شما یک بار باید بیاین در میقات احرام بسته کنین بعد از او برین یعنی شما نمیتونین که یک بار احرام بسته کنین برین امراش چندین حج عمره کنین و شما اگه میخواین برای کس دیگه حج عمره کنین او نفر باید یا فوت کرده باشه
یا باید مریض باشه یا باید فلج باشه قسم که آمده نتانه بر آدم جور و سالم شما هج عمره کده نمیتانید. لباس احرام فقط می دو تا کس همراه ازی برای مردان نه باید کلا پوشیده شوه و نه در زیر ازی چیز پوشیده شوه و هم در پایای ما حتی جراب نباید باشه. برای زنها کس تک لباس های بایجاب باید بپوشن و دستایشان باید دوش باشه، دستکش دستشان نباشه و روشون باید معلوم شود و پای خود میتونن جراب کنن. در این طرف مسجد که نام مسجد نوشته هست میدونی که موتورا استاده است. این موتورا نفر 5 ریال میگیره تا خانه کعبه میرسانه دانه و اگر شما پیشتر برنده این قسمت ازدگاه بس است این بس ها 24 ساعت در 5 دقیقه با در چند دقیقه با استاد میشند اینجا و شما را رایگان ازیجا تا خانه کعبه شریف میبرن. حالا ما تکسی میگیریم و حرکت میکنیم طرف خانه کعبه شریف. بریم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قسمت صاحب مسجد الحرم است و این روبروی که است گیت شماره 79 از او گیت ما داخل میشیم. بختر که او گیت نزدیک است هم میتونیم پس دوباره از این قسمت بیایم از این را تکسی بگیریم یا هم میتونیم که روبروی بریم دو قسمت لب سرک اومی از اونجا تکسی بگیریم. بفهمین در این وقت ساعت 2 بجه شب است که ما آمدیم 24 ساعت حرم شریف همه قسم بیروبار میباشه. فرق بیکار نیست که نه هر وقت روز بین فرق میکنه وقتای نماز خیلی بیروبار میباشه. حالا کم فرصتی وقتی که داخل مسجد الحرم داخل میشین از دروازش شما این دعای پایینه بخوانید. این دروازه است که داخل مسجد الحرم شریف میشه. اگر شما از گیت شماره 3 داخل شوند این قسمت بازی بیدن که اینجا غرفه موندگی برای کسایی که اگر میخواین ویلچر بگیرن به خاطر ویلچر فکر کنم 50 درم پیسه میگیرن و اگر نفرم کلیش بیاید شاید 100 درم یا 500 درم بگیرن. و گیت شماره 3 که هست در منزل دوش جای ویلچر هست. سبحان الله خدا نصیب تمام تن بگردانه. برای اولین بار اسم من دختر عج و خانه کبر میبینیم دستتون رو بالا کنین در الله خدا بانجا روی دعا کنین. یکی از جایه است که جواب دعا داده میشه. طواف را از قسمت سنگ اجرالاسفاد شروع میکنیم. نیت شیجه براتان میمونم. دست راستان بالا میکنین میگن بسم الله یا الله و اکبر با ذکر میکنین. هر ذکر دعایی که یاد دارین میخوانین. تمام خانه کعبه را طواف میکنین و در قسمت سمت چپ قسمت یمنی که هستک در این قسمت میرسین و از اینجا دستان بالا میکنین باز میگن الله و اکبر و از این کنج تا به سنگ اجرالاسود شما بگین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و وقنا عذاب النار. این دواره میخونین و وقتی که در این قسمت رسیدین یک دور توافتان پوره میشه و همه قسم هفت تواف میکنین. در وقت تواف کردن کعبه شریف سرتون باید لچ باشه و سنت از پشانه راستتون باید لچ باشه و در پایتون هیچ چیز نباشه، پایتون هم لچ باشه. خدا قبول کنه دوستای عزیز. هفت تواف خانه کعبه شریف کردیم، انال یک تواف دیگه میکنیم دکتر ازی که براتون فیلم هم بگیرم ویدیو بگیرم دور برای خانه کعبه را و در پلی ازو ما با دکتر سب میخواییم که سنگ اجرالاسود دست بزنیم چون اینجا بسیار زیاد دیروبار است
انا اللي ميرم و تجاك اجتان استنبرتن فيديو بيجينا خیلی زیاد بیروبار می باشه و امکان داره که از اگه آسیب برسانین شما از امی دور دستان بلا کنین بعد از اینکه طواف خانه کعبه تمام شد روبروی مقام ابراهیم استاد میشیم که ما پشت سر باشیم مقام ابراهیم روبروی ما باشه و خانه کعبه در پیشوری مقام ابراهیم در پشت سر مقام ابراهیم استاد شوید دو رکعت نماز نفل بخونین در رکعت اول سوره الکافرون و در رکعت دوم سوره الاخلاص بخونین در این قسمت که ما استادستیم مقام ابراهیم علیه السلام روبروی ما سبحانه کعبه در پیش رویش و در این قسمت مردم کلگی نماز میخونه و هم در این قسمت درکت نماز نفر میخونه و بعد از اینکه نماز نفر خونه دعا میکنید و میریم صرف نوشیدن آب زمزم تمام مردم درکت نماز نفر میخونه در پشت مقام ابراهیم و از این قسمت که شما مستقیم میایین در دست چپتان قسمت است که تمام مردم آب زمزم روشن میکنه میبینین؟ در پایدش کسی یک مدن آب استک که بساب یک پاکت بار استک در زیر خاک خیلی آب است یعنی بگید که یک دریاری آب داره و یا بعضی منرال داره و فلتر شدگی است و این مستقیم از یه میکشن افشا باز در بوشکر من دادن هیچ فلتر نمیشه هیچ مواز درشن نقطه نمیشه و یکان آب استک در بسته تاریخ در کل جهان هیچ کس از این مریض نشده از نوشیدن از این آب و این خود از یک برکت خداوند است یا وقت می نوشید نمک شما کم بوده دارید اگر اینطور آبای نرمال که می نوشید نمک کم می شد اما این هر قدر که نوشید به اون مقدار نمک کم نمی شد اگر نمک اون ندارد یک برکت خداوند است آداب نوشیدن آب زمزم قسمی است که شما مستحب است که رو به روی خانه کعبه استاد شوید رویتون به طرف قبله باشه و بعد از امرای دست راستتان آب زمزم بگیرین بسم الله بگین و پیش از دعا کنین
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتن آب زمزم به هر نیت به هر دلیلی که نوشیده شود خداوند جواب از را میده، دعاش قبول میکنه. به این خاطر پیش از اینکه آب زمزم شما بنوشید دعا بکنید و بعد از آمین بگید و بعد از آب زمزم نوش جان کنید و بعد از اینکه آب زمزم نوش جان کردید این دعا رو بکنید. بعد از اینکه آب زمزم نوشیدین یارو تنه رو بگین الحمدلله. در قسمت دست راست مقام ابراهیم به اینجا نوشته است که در اینجا میریم به خاطر سعی رو به روی میریم صفا است، بعد از صفا به مروه میریم و سنت است زمانی که طرف کوه صفا میریم این دعا رو بخوانیم. در کوه صفا که میرسیم میگن کل مردم روی سوی طرف قبله دور میته و بعد از او این دعا رو شما سه بار میخونیم. قسمت کوه صفا است میبینیم و حالا از کوی صفا میریم طرف کوی مروه و در کوی مروه که رسیدیم امی دعای را که در کوی صفا خواندیم سه بار در اونجا میخونیم. این میشه یک دور. ما اینم تو هفت دفعه میاییم از صفا تا مروه یک دانه، از مروه تا صفا دو، باز از صفا تا مروه سه، اینم تو هفت تو پوره شد. باز بعد از اموی ما را قیچی میکنیم و کسایی که مریض هستین اگر شما رفتن نمیتونید چون راه ببینید که راه کمک طولانی است، اگر شما رفتن نمیتونید ویلچرهایی که در قسمت سمت چپ است 75 درهم از پیشتون پول میگیره، 75 ریال و شما را میبره پس میاره میبره پس میاره و رفت بار یا رایگان نیست که 75 ریال از پیشتون پیسه میگیره شما بتونید که در یا با حسن بره. در وقت از صفا تا به مروه میرین شما میتونید ذکر کنین، صلوات بفرستین به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و دعا کنین. وای خطای سبز را که در بالا میبینین از این شروع خط سبز تا به قسمت آخرش تنها مردا میبینین به شکل آهسته میدوند از اینجا که شروع میشه و در بین راه در قسمت سمت چپ جاییست که شما میتونید آب زمزم نوشیدن کنین و شما نمیتونین مردا که جوراب بپوشین باید پایتون قسم لوچ باشه، باید سرتون هم لوچ باشه و پایتون هم لوچ باشه مگر اینکه خدا مزر شرعی داشته باشین که او را باید دوبارش معلومات بگیرین خودتان. اگر پایلوچ شما نمیتونین چبلقای کاکا رو میبینین پشت پایتون باید بالا میشه و پیش روی پایتون، یعنی بند نباید باشه. وقتی که شما به خاطر حج عمره میایین یادتون نره که یک بایکک قسم خورترک بگیرین که باز در پشتتون بسته میکنین که بوتایتون رو داخلش میمانین یا کلا مسائل خورد ریزه اگر میداشته باشین. و این قسمت بلندی از تک طرف کوی مروه میرسیم و در اینجا که رسیدیم در بالایی باز یک داد کوره میشه پس میریم پشت سر. یارتون نره در مروه که رسیدن دعای را که در صفا خونده بودن سه بار در اینجا میخونه رویتون طرف قبله دار بتون. یارتون نره روبروی نه طرف دلیس اینه قسم به شکل زاویه دار خانه کعبه است رویتون دار بتون و امون دعای را که در صفا خونده بودن در مروه هم بخونین. یه صاحب میشه یک دار و اینه قسم شما هفت رانه میزنین از صفا تا مروه یکی، از مروه تا صفا دو و اینما تو هفت دانه شوه که هفتومیش شما در مروه ختم میشین. و ایام کوه مروه است که میبینین اخدرش مانده میبینین تمام مردم یعنی ایم اخدرش مانده
فاصله بین صفا و مروه تقریبا 450 متر میایه که شما هفت دفعه میرین و پس میایین به این مونه که 3.6 کیلومتر راه را شما میرین. وقتی که شما از طرف مروه به طرف صفا میایین دوباره در این قسمت چراغای سبز است که از اینجا به شکل آیسته دویدن شروع میکنین تا به آخرش صفا و مروه مونه که سای هم تمام شد و فقط این مونده که داریم اونجای ما را کم کنیم امروی قیچی میکنه. روز سیوم است که آمدیم و عمره سیوم است که میکنیم. خداوند جلیل خودش یه عمره ما را به درگاه قبول میکنه، چون ما زیادتر جایی را که باید از ذکر و دستغفار تیر میکنیم و برطان فلم برداری ویدیو گرفتن اونجا را تیر کردیم. به این خاطر امیدوار هستم که طریقه یه عمره را و قسمی که میخواستم برطان بگویم، چون ما خودم از روی وبسایت عمره پلانر تمام از چیزها رو خوانده بودم به زبان انگلیسی بود، من گفتم باش که به زبان دری رو جور کنم تا دوستا و عزیزایی که میخواهیم بیاین حج عمره کنن عمره تاریخیش بهتر روشنی داشته باشه. خداوند نصیب تمامتان بکنه. بسیار زیاد یک جای پربرکت است. میخوامین احرام که بسته میکنیم جانتان نیکوش نمیشین دیگه، نیتوش نمیشین، یک برکت بسیار زیاد خاص داره. تا وقتی که دوباره مودن قیچی میکنید باز اون وقت گوش نمیشید دوباره. خیر سه روز از نه مر سه روز تجربهش کردیم. دکتر صاحب خان خود چی احساس دارید؟ احساس است که یعنی با هر گفته نمیشه یک چیز باید احساس شه. یعنی هر قدر کارم تشکیل کند یعنی هر وایش نیست که پورا شه. یک احساس بسیار پاکی میکنی و یک احساس میکنی که نزدیک هستی و پروردگار. و هر انسان هر مسلمانی که امکانات داره دوباره شک نکنید، بیاین یک بار، دو بار بیاین، سه بار بیاین، مقصد را خلی یک بار بیاین، بخاطر که روز که جمعین بهترین روز زندگی تان است دیگه. از این که در روز بهتر پیدا نمیکنید. نه هر روز را که مقایسه کنی که والا این روز بود، اون روز بود، دیگه بود، کل چیز از یادت میره. یعنی دیت کل چیز دنیا استاد میمونه، فکر کن زمان استاد میمونه و دنیا هم چرخ میخوره، کل که دیگه مکه چن. همه قسمه که دکتر سر گفت یک احساس بسیار زیاد خوشی براتان دست میده، یک احساس بسیار زیاد سبکی، یعنی خود بسیار زیاد سبک احساس میکنین و بسیار زیاد خود پاک احساس میکنین و بسیار زیاد خوشایند است. خداوند جل جلاله و نصیب تمامتان بگردانه انشاءالله. ما برای تمامتان دعا کردیم و از دکتر دوستایی که پیام روان کرده بودین ما پیامهایتان رو خواندیم، جواب ندادیم براتان، ولی پیامهایتان رو خواندیم و براتان دعا کردیم. خداوند مشکلات تمامتان حل بگردانه و خداوند وطن ما را، مردم ما را آرام داشته باشه و از فقر و بیچارگی نجات بده و خداوند برای مردم ما رحم کنه. ما همگی را دعا کردیم خداوند خودش قبول کنه. امیدوار هستم که ویدیو براتون مفید تمام شود و استفاده نیک از پیش ببرین. حالا ما میبرم که ما و دکتر صاحب میریم به خاطر از که مویه خود قیچی کنیم و باز بار زور حج و عمره ما تمام نشه. بسیار زیاد فضیلتش بلند است اگر شما مویایتان تراش کنین، ولی اگر تراش نمیکنین میتونین شما قیچی کنین و با قیچی کردن موی شما از حالت احرام میبرین. ساعت تقریبا نزدیک 5 بجه صبح است و حج و عمره ما خلاص شد، خداوند جل جلاله قبول کنه. حال نزدیک نماز صبح است و میریم طرف خانه کعبه. نماز صبح را جماعت میخونیم، بعد از اون انشاءالله حرکت میکنیم طرف خانه. از امی دروازه که بیرون شده بودیم پس نریم دمی دروازه. دروازه 79 است، جمعیم بالا سرش نمبر زدگی است و ما دروازه 79 بودیم. پس نریم در دروازه 79 باز لب سرک از اونی تیکسی میگیریم و بس هم از در منطقه از هر اوتل بس است، بس میبریتانه ما تیکسی میگیریم بریم طرف خانه. و سمت چپ دینی قسمت از سورانتا هست، کسایی که مثلا اگر گشنه شدید میخوای نان بخورین دی پایین دواخانه است، رستورانتا است تمامش. و کسایی که اگر امرایتون کرد کارت بانکی دارین دمی زیر برج ساعت دمی خیلی زیاد ای تیم است، شما میتونید که اینجا پیسه نقد برتون بکشین، چون داخل شهر در منطقه زیاد پیدا نمیشه ولی زیر برج ساعت زیاد است. نماز صبح خلاص شد و کل مردم سایکلی دیگه برای بدن میرن آیسته آیسته. هر کسی که خواسته باشه داخل مسجد الحرم داخل شو، باید جانش احرام باشه. اگه احرام نباشه هر قسم لباس عربی باشه یا هر قسم لباس دیگه باشه ور اجازه نمیدن. برای مردا البته، برای زنا که ممانعت نیست. باز اومدیم به این قسمت داخل رستوران تا بخاطر نان خوردن. و از رستوران که بیرون شدیم کجا روشن شده سعی کنیم ببینیم چقدر مردم در تایم روز حتی در ساعت 7 بجه صبح است که بیرن 7 بجه صبح مردم نو میاید. یک طبقه مردم هست که از جمعه کده پس بیرون میشن بیرن. ببینین گیت دروازه شماره 79 در این قسمت بود که ما بیرون شدیم و شما میایین در اینجا میتونین که از این قسمت موتر بگیرین تکسی
و یا روبروی قسمت بسای دولتی هم استاد میباشه، مثل که جنوشه است مکه بس و این بسا رایگان سر خواسته باشین شما را میبره، فقط باید شماره بس را بخوابین. و همون قسمی که از گیت شما رفتاد و نو سرک الفاد رود ما آمده بودیم، پس تمولا به سرک میریم و از اون تکسی میگیریم میرم طرف خانه. دیگه تشکر بسیار زیاد از اینکه تاوال کردیم و بودین نظریات در قسمت کومنت در من نوشته کنین. تشکر از اینکه بزیر تا باخر سعی کردین. الله حافظ نگه دارتان.